خب درود به همگی، اینجا با یه ویدیوی دیگه. این بار قراره با هم دیگه ببینیم که چجوری میشه روی ویندوز 11 اپلیکیشن های اندروید رو نصب کرد. بعد قبل از هر چیزی بگم که من فقط ساب سیستمش رو نصب کردم از پیش، هنوز خودم تست نکردم، هیچ ایده ای ندارم که چه اتفاقی قراره بیفته برامون و قراره که با هم دیگه بریم تستش کنیم. خب اول از همه ما یه سری requirements داریم، یه سری پیش نیازها داریم و مینیمومش رو قرار بهتون بگم. خود مایکروسافت پیشنهاد میکنه، میگه که اگر که شما میخواین از این حالا ساب سیستم استفاده کنید، یکی که باید 8 گیگابایت رم داشته باشید، حداقلش پیشنهادی 16 گیگابایت. بعد میگه که سی پی یو شما باید حداقل دو تا هسته رو داشته باشه. مورد بعد این که شما باید ویرچوالیزیشن رو فعال داشته باشید توی حالا بایوستون. اگر که شما حالا از نرم افزارهای مجازی ساز استفاده میکنید و براتون کار میکنن، قطعا اون ویرچوالیزیشن فعال هست، ولی اگر که حالا نمیدونید فعاله یا نه، کاری نداره، یه سرچ کوچولو بکنید ببینید که حالا مادربردتون مال کجا هست. اگر لپتاپ داشته باشین، حالا با توجه به اون برندی که دارین، مثلا من MSI دارم، وقتی که لوگوی MSI رو نشون میده اگه دل بزنم میره توی بایوس و میتونم اینتل ویرچوالیزیشن رو فعال کنم. اگه حالا مادربورد داشته باشین، معمولا دل یا F12 هست، مثلا روی لنوو اون لپتاپی که من داشتم خودش دکمه ریکاوری مود داشت، میزدم روی اون و میتونستم وارد بایوس بشم. بعد عرضم بزرگ شما که بعدتر یه سری لپتاپ هم میدونم که F8 بعد میذاریم تا این اتفاق بیفته روی همون لوگوی مادربورد. خلاصه پس اینتل ویرچوالیزیشن هم باید فعال باشه. یه مورد دیگه هم داریم، اون مورد کجا هست؟ بذاریم توی کنترل پنل. بعد اینجا میگیم که سرچ میکنیم turn windows features on and off، اینو میزنیم. بعد یه سری حالا فیچر برامون میاد. یکی از این فیچرها که اینجا باید باشه، یکی از این فیچرها اسمش هست virtual machine platform، اینی که الان اینجا روش کلیک کردم و احتمالا الان نمیبینینش. حالا من بذار صفحه هم کوچیک کنم، ویو مو عوض کنم، راحت تر ببینیم. خب یکیش اسمش هست Virtual Machine Platform، اینو باید تیک بزنین. حالا اگه نتونستین پیداش کنین، بالاش نوشته TFTP Client، زیرش نوشته Windows Hypervisor Platform. Windows Hypervisor Platform چیزی نیست که ما بخوایم استفادهش کنیم، واسه خود ویندوز و حالا مجال سازی که توسط خود ویندوز انجام میشه، ما کار بهش نداریم. ما اینو میخوایم، این Virtual Machine Platform اینو باید داشته باشیم، یعنی فعال باید باشه. بعد تیکش زده باشین، وقتی که این تیکش رو زده باشین ازتون میخواد که ریستارت کنید، ریستارت میکنید و اوکیش میکنه و تمام میشه. خب بعد از اینکه این کارو کردین، حالا باید یه کار دیگه بکنین. باید برین توی مایکروسافت استور سرچ کنین برای آمازون اپ استور، اینا اینو میزنید، باز میشه، این نصب میکنه که من از پیش نصبش کردم، چون حالا دانلودش یکم طول میکشید. بعد براتون یه دونه چیز اضافه میشه به این اسم Windows Subsystem for Android یا WSA، مشابهش واسه لینوکس هم داره، Windows Subsystem for Linux که من از پیش اینم نصب دارم و یه دونه از کرنل Arch Linux دارم استفاده میکنم براش، همینجور که میبینین اسمش هست WSL Windows Subsystem for Linux. و خب حالا این یکی Windows Subsystem for Android، یعنی شما این آمازون اپ استور رو که نصب کنین اتوماتیک خودش براتون اونو روال میکنین، اونم با خودش میاره. خب بعد از اینکه این کارو کردین، شما اگر که وارد آمازون اپ استور بشید ازتون یه ریجن میپرسه. من ریجنمو زدم روی یونایتد استیت، چون در حال حاضر روی یونایتد استیت فقط فعال این استفاده از این فیچر ویندوز. و اینکه حالا بعد شما لاگین کنین، اگر که آکانت ندارین بعد آکانت بسازین، و آکانت هم که میخواین بسازین بعد حتما ریجنش باز آمریکا باشه، اینو حتما مد نظرتون باشه، چون اگر که نباشه کار نمیکنه. من که حالا نه آکانت دارم نه آکانت ساختم، فکر کنم آکانت دارم ولی مطمئنم که آمریکا نزدم، هر جا زده باشم آمریکا نزدم. خلاصه این که من در حال حاضر نمیتونم از آمازون اپ استور واسه دانلود استفاده کنم، بنابراین یه چیز دیگه رو اومدم نصب کردم اینجا برای خودم. نوشتم WSA Tools، یه اپ هست که میرین شما اینو نصبش میکنید و به کمک این میتونید APK نصب کنید، فایل های APK رو نصب کنید. خب من رفتم از پیش یه دونه سابوی سرف رو همین الان همین تازگی دانلود کردم، همین کنارم هست، رفتم سابوی سرف رو دانلود کردم که میخوام بازی رو تست کنم ببینم اصلا چجوری هست، چون اون کسی که ازش شنیدم در این مورد بهم گفت که حالا از اونجایی که بالاخره این ساب سیستمه قرار نیست به اون خوبی جواب بده، ولی خب حالا ما ببینیم چی میشه. من این APK تو این WSA Tools رو باز میکنم، سلکت APK رو میزنم، APK رو بهش میدم تا بره برامون انجامش بده. خب این APK رو الان لودش کردم، میگه میخوای اینستالش کنی، میگم آره. اینستالش رو میزنم، خب این اینستالش تموم شد، میگه میزنم اوپن اپ.
اینو اگه بزنم این الان برای من باز میشه و بسیار هم خوب. اینم الان سابوی سرفه که داره برای من لود میشه. من اگه حالا یه ریسورس هم بخوام براتون بگیرم، ببینیم در چه وضعیتی هستیم، من تسک منیجر خودم رو بیارم بذارم این کنار، پرفورمنس رو باز کنم، وضعیت سی پی و مموری رو کنار بتونید ببینید. تا این بنده خدا لود میشه داریم اینجا میبینیم صدای فن منم در اومده، احتمالا خیلی دهنی سرویس شده و همین الان 8 گیگو پر کرده، 7 و 9 دم 7 و 8 دم همین الان 8 گیگو پر کرده. بنابراین که مایکروسافت بهتون میگه حتما 8 گیگو داشته باشید مینیممشه، قضیه همینه. حالا ببینیم این چه جوری باز میشه. خب این بنده خدا همین جوری مونده، قشنگ فریز شده، هیچ کاری نمیکنه، این باز نشد. یعنی توقعی هم البته نمی رفت، بالاخره ساب سیستم قرار نیست به اون صورت کار کنه. اینو دیگه بیخیالش میشیم بره. بعد این رم منم داره کم کم خالی میشه، این لایه لایه داره خالی میشه، حالا بستمش داره کم کم خالی میشه. بعد بنابر این اینم اومده ای بود، اومده بود اینجا، از همینجا میزنم رو اپ سیتینگز، اینجا آن اینستالش میکنم، دقیقا این اندروید شده، آن اینستالش میکنم و رفت. خب میرم مورد بعدی رو نصب کنم. مورد بعدی کافه بازار هست. کافه بازار رو باز میکنم، اینستال میزنم. البته من خودم اصلا به هیچ عنوان کافه بازار یوزر نیستم، ولی خب بریم اوپنش کنیم، من خودم مایکت رو ترجیح میدم. بریم کافه بازار رو باز کنیم ببینیم چه شکلی میشه. و خب کافه بازار انگار خیلی بهتر داره کار میکنه. ورود میزنم، اینو بزرگش میکنم و به لحاظ فنی کافه بازار داره درست عمل میکنه. حالا بخوایم یه بازی سبک هم بگیریم، همین کات روپ تو فکر کنم چیز خوبی باشه، حجمش هم زیاد نیست، اینو میگیریم. خب این دانلودش تموم شده، حالا به میگه که برو بهش اکسس بده که بتونه نصب کنه. اینو بعد بزنم، بعد برگردم، از اول بازش کردم، بعد الان آماده نصب میزنم دیگه، الان بعد اینستال بشه به همین زودی. توقع داشتم خیلی بیشتر طول بکشه ولی خیلی زود نصب شد. خب حالا از همینجا دیگه من طبیعتا بازش میکنم که نخوام برم دنبالش بگردم. و اینکه انگار خیلی خوب داره اجرا میشه، بد نیست واقعا. شما فرض کن من 29 سالمه، خیلی خوب داره باز میشه واقعا، برخلاف قبلیه اینه که خیلی خوب و نرم داره کار میکنه، خیلی اسموسه، خیلی روون اجرا میشه. اصلا واقعا توقع نشم اینجوری باشه، به هر حال ساب سیستمه، ولی خب این یه مورد واقعا خیلی خوب داره برده و عالی داره کار میکنه. حالا در طی همین قضیه هم دیگه با هم دیگه دیدیم که این رمه به 8 نرسید، حالا به 7 و 7 و 7 و 8 و 7 و 9 دهم رو رسید، ولی خب دیگه به بیشتر نرسید. بعد خلاصه این که این بود از ویدیو امروزمون، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه، استفاده کنید. بعد اینکه این مسئله رو من دقیقا مطمئن نیستم که شما مجبور باشین روی ویندوز 11 باشین، چون شنیدم که روی ویندوز 10 هم میشه، از اونجایی که حالا کرنل ویندوز 10 و 11 یکیه فکر کنم روی ویندوز 10 هم میشه. حالا هر کی تست کرد برام کامنت بذاره بگه که من تست کردم و شد یا نشد. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. لایک و کامنت و خواستم اینو سابسکرایب، ولی خب اینجا اینستا فالو یادتون نره، زنگوله اینستاگرام هم بزنید. تا ویدیوی بعدی و تا ویدیو پست بعدی، تا ویدیو اصلا تا پست بعدی، خلاصه روز خیلی خوبی داشته باشید.